که شما هر روز من تعداد بسیار زیادی ایمیل میبینم، نامه میبینم، به این ور به اون ور نوشتید، جمع میکنید، سعی میکنید هماهنگ بکنید. آیا خبر تازه ای داری از آن که سرنوشت ریحانه به کجا رسیده الان؟ و نوشته ها و مقالات خیلی زیادی جدیدن چاپ شده با مصاحبه هایی که به اینها دادن و اون کسی که وکیل خود این خانواده سربندی هستش یه شخصی بوده که گویا ایشون یکی از ماموران اطلاعات جمهوری اسلامی هستش و یکی از کسانی بوده که نقش خیلی مهمی در زمان بازجویی خانم زهرا کاظمی داشته و تمام چیزهایی رو که اینها روی و این مصاحبه‌ای که گذاشتن تماما تجربیات بوده و به دروغ بوده. اندازه چاقو مرتب عوض شده. دوایی که روی اون فنجون ریخته بودن اسمش عوض شده. جایی که این اتفاق افتاده مکان شده که خانه قدیمی عمه این آقای مرتضی سربندی. مصاحبه کردن با جلال سربندی. جلال سربندی خودش حتی مطمئن نیستش که ریحانه گناهکار هستش یا بیگناه هستش و مرتب هم میگن که ریحانه اگر میدونه که کی قاتل بوده بیاد خودش معرفی کنه و بعد میگن که توی دادگاه ریحانه گفته که من خودم این کار انجام دادم. ریحانه الان حدود چند روز هستش که نوشته های خودش یا به قول معروف دل نوشته های خودش رو روی فیسبوک میذارن و منتشر میشه و مرتب هم گفته که من قاتل نیستم و من فقط یه چاقو زدم و از اونجا فرار کردم. به خود خانواده ریحانه و ریحانه جرم اینو گذاشتن که اینها خانواده فقیری بودن، پدر ریحانه با خشونت با ریحانه برخورد میکرده، ریحانه دختر جز دختران کار بوده که کال میگرفته یا چیز میگرفته میرفته تن فروشی میکرده. یعنی فاجعه، یعنی کیس طوری عوض کردن که وقتی مردم میگه که اصلا خبر از این کیس ندارن، روزنامه های ایران رو میخونن و با تلویزیون های ایرانی رو که مال خود استیک میدیای جمهوری اسلامی گوش میکنن فکر میکنن که واقعا این دختر قاتل بوده و این دختر یک از خانواده بسیار نامناسبی میاد و خانواده ببخشید خیلی عوض میخوام دور از جون این خانواده کثیفی میاد و مادر ریحانه از اشخاص بسیار شناس داخل ایران هستش. ایشون معلم تئاتر بودن و تدریس میکردن و خب چون حمایت خیلی زیادی از طریق هنرمندان ازشون شده جمهوری اسلامی به تنگ و تا افتاده و شروع کرده بلافاصله مقالات چاپ کردن برای خانواده. هنوز نمیدونیم چه خبره ولی تو اونجا که من از طریق فعالین شنیدم خانواده مورد تهدید خیلی زیادی واقع شده و گفتن که نباید حق نداره به روزنامه ها و یا سایت های خارجی هیچ نوع مصاحبه ای بده و حتی اومدن از مادر ریحانه خواستن که یک چیزی بنویسه و بگه که ضد کمپین ریحانه هستش و ضد تمام کسانی هستش که در خارج زندگی میکنن و بنویسه و امضا کنه که ایشون مسلمان هستن و به ولایت فقیه اعتقاد دارن. این چیزایی که ما از طریق فعالین حقوق بشر به گوش ما رسیده و منتظر هستیم ببینیم که آخرین خبر در رابطه با ریحانه چی هستش. بله. موردی باز از ایمیل های آگاه کننده شما شبنم عزیز به دستم رسیده بود که باز نشون میداد کسانی که یعنی همون خانواده های مقتولین در ایران برای اینکه اگر رضایت بدن، چون اینا مثل که ماشین آدم کششون باید حتما یکی دو سه نفر در روز برای اعدام بکنه تا یه خورده اینا نشه بشن. اگر خانواده های مقتولین بسیاری از وقتها هست که میان که رضایت بدن مورد غضب واقع میشن. از جمله یک مورد بسیار حقیقتا ناراحت کننده ای دیدم از در مورد دیگری بوده که گویا سال گذشته بوده یا دو سال پیش نمیدونم که میخواستند تعداد بسیاری از هنرمندان میان همصدا میشن سعی میکنند که به اصطلاح جلوی کشته شدن یک بیچاره دیگری رو بگیرن به اسم اعدام. خب بعد از جمله هنرمندانی بودن مثل انتظامی بزرگ مرد واقعا تئاتر و سینما و هنرمند بزرگ ایران انتظامی، اینا آمده بودن. خب میگن چی؟ میگن خونبه ها با جمع کنید دیگه هست، نمیدونم اسم لعنتیش چی هست، حالا این اسما چرت و پرت که انداختن توی فرهنگ ایرانی. آخه دیه یعنی چی شدم؟ من این فهم این
چرت و پرت های این کلمات از کجا رفتن آوردن کردن جزء زبان عادی مردم. به هر حال رفتن خونبه های اینو سعی میکردن پول جمع کنن، آقای انتظامی و چند تا دیگر از هنرمندان. بعد این آدم های گستاخ میخواستند یکی از این قاضی های گستاخ از این وزارت اطلاعاتی ها، از این ارشادی ها و از کنم دادگستری میخواستن پرونده درست کنن برای ایشون به جرم کلاهبرداری. یعنی این هنرمند بزرگ که در هر جای دنیا اینو بالای سرش رو میگذاشتن، یک آدم ابله بی فرهنگی بیاد برای اینکه این سعی میکنه جون یه نفر رو نجات بده بخواد بهش تهمت کلاهبرداری بزنه. حالا ملاحظه کنید. بله، و از همین هم استفاده کردن جناب بهالو که کمپین ریحانه رو یه مقداری صداشو خفه کنن و خودشون یه سری فعالینی که یه مقداری رنگ سبزتر داشتن یا به قولی سبزاللهی بودن از اونها استفاده کردن برای اینکه کمپین رو کمرنگ کنن و بر علیه کمپین استفاده کنن و بگن کاری که ما داریم میکنیم کار درستی نیست و ما باید به خانواده مقتول قدری فکر کنیم و باید بریم از خانواده مقتول التماس کنیم که ببخشه. و خیلی جالبه، کسانی که این نوع فعالیت رو کردن خودشون جنس مؤنث هستن و من موندم که خودشون به زن بودن خودشون آیا احترامی گذاشتن یا این یک اهانت به یک زن هستش که همیشه زن مورد تهدید قرار بگیره در اون جامعه و باز هم با اتفاقی که افتاده ما بریم و بگیم التماس کنیم که یه خانومی که بیگناه هستش و گرفته شده خانواده باید ببخشن. ما باید ببینیم چیکار میتونیم بکنیم که این قانون کثیف قصاص رو از قانون کثیف اساسی جمهوری اسلامی ایران برداریم و آیا فعالین مدنی و اجتماعی آیا آمادگی اینو دارن که همچین فعالیتی کنن و بگن اوکی این قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصلا بگیم قانون اساسی داره، چرا باید قانون قصاص جز قانون اساسی جمهوری اسلامی باشه؟ چرا کمک نکنیم که این قانون رو برداریم و جون خیلی دیگرها رو نجات بدیم؟ اعدام چه فایده ای داره؟ جلوی اعدام رو، آیا جلوی خون رو با خون باید گرفت و باید خشونت رو بیشتر کرد؟ شما یه خانواده کشته شده آلردی، باید بریم یه خانواده دیگر رو، یک دختر بیگناه کشته بشه، حالا اصلا بگیم گناهکار، چرا باید کشته بشه؟ چرا باید اعدام باشه؟ حالا این که میگید واقعا شبنم، آیا بین همه این صحبت ها که من میشنوم از اون منطقه، حالا سعی میکنن خانواده محترم رضایت بدهید، باید التماس کنن دیگه، اما واقعا یه نفر بیاد بگه آقا یه آدم نمیدونم میان سال بوده، کهن سال بوده، چی بوده، دکتر بوده، به هر حال آمده در یه آفیس متروکه که نمیدونم محل اشرت کرده شون بوده، در قفل کرده یه دختری رو برده اون تو که میگه بیا دکوراسیون برام درست کن، یه نفر میاد بگه آقا ایشون اگه ککی به تنبونش نبود یه دختری رو برشته برده اونجا در قفل کرده برای چی؟ این قاتل حرفه‌ای و اصلا این دختر برده اونجا برای چی؟ آقا یه نفر تو این صحبت هایی که میکنن، این چرت و پرت هایی که میگن، یه نفر اومده اینو بگه که آقا تو با این چی کار میکردی اونجا؟ آقا اصلا موضوع این که اینا خودشون میگن، یکی از مصاحبه‌ای که من خوندم گفته بودن که کاندومی وجود داشته، بعد میگن که دوایی بوده که چون عمه این آقا بیمار بوده و پیر بوده، شاید ته مونده دوای مسهل این خانوم توی اون فنجون بوده. بعد از اون طرف میگن که عموی خود این آقای مرتضی سربندی، عموی جلال سربندی یعنی برادر آقای مرتضی سربندی، گفته بودن که جای خونریزی و جای گلوله بوده. من نمیدونم در مملکتی که خود آقای جلال سربندی میان میگن که 13 تا قاضی در این دادگاه بوده در مورد این کیس، آیا در این مملکت کالبد شکافی وجود نداشته که یک گزارش از گزارش کالبد شکافی برای دادگاه داشته باشن که اگر گلوله‌ای بوده آیا جای این گلوله بوده؟ از این ور میگن که این چاقو به اندازه 50 سانتی متر بوده، اگر این 50 سانتی متر بوده که این اسمش دشنه. بعد این ایشون مادر خانم ریحانه جباری گفتن که اصلا کیفی رو که ریحانه دستگیر شده بود، کیفی رو که ریحانه حمل کرده بود اون روز، به قدری کوچیکه که این چاقو توش جا نمیگیره و چاقو از حتی 25 سانتی متر هم بکنید این چاقو باز بزرگه. یعنی خودشون انقدر مستعصل هستن جناب آقای بهالو که کیس رو همینطور عوض کردن. میگن دروغگو کم حافظه میشه دیگه، از قدیم میگن و واقعا شما اصلا بخونید مقالات و مصاحبات رو بخونید، نمیدونم به قول معروف کمدی، اصلا انگار جوک نوشته شده و اینا هم همینطور منتشر میکنن در روزنامه‌های جمهوری اسلامی.
ولی محمد مصطفی وکیل اول ریحانه واقعا نقش مهمی داشتن و مطالبی که ایشون چاپ کردن و صحبت‌هایی رو که در رابطه با این کیس نوشتن جای تأمل بسیاری هستش و فکر می‌کنم که به خاطر همین هم بوده که رژیم به شدت مورد وحشت واقع شده و امیدواریم که به زودی ریحانه عزیز رو آزاد ببینیم، از در پشت میله‌ها نبینیم و این خانواده از این نگرانی آزاد بشن و بتونیم از طریق این کمپین آگاهی زیادی بدیم که ریحانه و ریحانه‌ها اعدام نشن و واقعا اون خانواده‌ها که این جمهوری ضد انسانی این اجازه رو داده به خانواده‌ها که یه همچین تصمیمی بگیرن برای قتل کسی یا برای به قصاص گذاشتن کسی، از این جهت آگاه بشن و اصلا خودشون این مسئله طوری بشه که نابود بشه و کمرنگتر بشه. و اگر که اجازه بدید من یک صحبت کوچیکم با بینندگان راجع به مسئله درخواست جدیدی که آقای بروجردی دادن از زندان بگم که ایشون از قضات و مراجع تقلید خواستن که جلوی حکام ظالم بیستن و سکوت رو بشکنن و نذارن که با این قوانینی که ضد انسان هستش و به اسم اسلام جمهوری اسلامی داره منتشر میکنه و داره آگاهی میده مردم، اجازه ندن که اگر کسی ایمانی به دین اسلام هم داشته باشه ایمانش رو از دست بده و واقعا درخواست کردن که مراجع تقلید بیستن جلوی حکام ظالم جمهوری اسلامی و مخصوصا مرجع تقلید شیعه که در عراق زندگی میکنه، از اون خواستن که صحبتی بکنن و به مردم آگاهی بدن. دیدم همون مطلب را هم که باز شما لطف کردی فرستاده بودی برای من، که اینم ایشون باز به نکته درستی اشاره کرده که سالهای سال است که اونم در زندان اوین هست و چه شکنجه هایی که میگن در مورد ایشون کردن. اما نکته که باز گفته بودن این بود که گفته بود که حزب الله را دارن همه، در حقیقت حرفشون این بود که تمام به اصطلاح منابع مملکت را دارن به دست فلسطینی ها و حزب الله ها میدن و ایران رو ویران میکنند، که اصل حرف است به گمان من. خب عرض کنم در مورد دیگری که باز برمیگرده به صحبت این که جمهوری اسلامی بعضی ها مثل که یادشون میره و با طناب مفت اینا خودشون رو میندازن توی چاه، همیشه ما باید غیر از ذکر مصیبت باید هشدار هم به مردم بدیم. دوستان عزیز، اگر شما تشریف دارین دارین جایی درس میخونین اینجا هستین، به این آسونی یک مرتبه بلند نشید برید ایران. از جمله یه نفر به اسم حمید بابایی، تا الان صداشو نمیذاشتن در بیا تا یک سال پیش که برای که میترسیدن، بیچاره میترسیدن صداشو در بیارن بدتر جون مثلا اعدام میکردن. ممکن حمید بابایی با خانم کبرا پارساجو زن شوهر هستن، دو تا دانشجو بودن، دو تا جوان بودن، داشتن توی لیژ بلژیک داشتن تحصیل میکنن. این خدا میزنه پس گردن این آقای حمید بابایی که بلاشه بره از اقوام و فامیلش دیدن کنه در روزه در ایران. رفتنش همون بوده، وزارت اطلاعات میاد سراغش، بعدم میگن بیا با ما همکاری کن که چون اسم و رسم خوبی داری شما. هرچی این بدبخت میگه آقا من به من ربطی نداره، من کار سیاسی نیستم، اینو قبول نمی کنن و الانم به 10 سال زندان محکوم شده. شما خبر دارین که این آقای قاضی صلواتی که معروف است که واقعا ایشون حاکم کبیر دادگاه بلخ هست که واقعا آبروی اونو خریده ایشون، ببینید این 10 سال زندان رو برای این جوان بریدی برای چی آقای صلواتی؟ بله درسته، قاضی صلواتی که یکی از قاتل ترین و دهشتناک ترین قاضی های جمهوری اسلامی هستش در